بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام و آرزوی قبولی طاعت و عبادت خدمت شما خدمت همه شما برادران و عزیزم خب ما جلسه فکر کنم 65 باشه 65 ام رسیدیم به مقصد 22 در حدیث جنود عقل و جهل امام صادق علیه السلام که حضرت میفرمان از لشکریان عقل استسلام است و ضد آن استکبار خب شاید بگم یکی از مهمترین سرفصل هاش انایت داشته باشید خیلی باید ویژه دقت بکنیم انشالله که به دردون بخوره است اسلام اظهار اطاعت نمودن و انقیاد و اطاعت کردن از حق و حقیقت است شما تسلیم حق باشید بپذیرید حق رو ساده فارسیش فارسی و انقیاد داشته باشید خودتون رو به بند در بیارید در مقابل حق ببندید خودتون رو اصلا بندگی ما چرا باش افتخار میکنیم چون در مقابل حقه اما در مقابل غیر حق باشه میشه بردگی درسته استکبار هم تمرد و نافرمانی نمودن و سرکشی و کبریایی کردن در مقابل حق تسلیم نشدن دین دقیقا نقطه مقابلش یه خود رو لغات بحث بکنیم خیلی از مسائل باز میشه استکبار از ریشه کبر است به معنی برتری خواهی بزرگی کبیر اکبر هم همین همین هم همی ریشه گرفته شد یه معنیشه امتناع از پذیرش حق از روی اناد و تکبر یکی برتری خواهی داری یکی از روی اناد و تکبره و خود بزرگ بینی تو لغت نامه اینها رو گفتن ریشه استکبار از تکبر یعنی اول طرف در خودش تکبر وجود داره یعنی آدم مستکبر حتما متکبره فرق استکبار و تکبر در چیه اینکه تکبر خودمون رو مهم میدونیم اما استکبار برون ریزی داره این خیلی مهمه استکبار برون ریزی داره یعنی اینکه به عمل می انجامد کنشگریه مثالی زدم جلسات قبل که یه نفر مثلا میره یه جایی برای خودشون بالای مجلس مال خودش میدونه خب اما نمیره اون بالا تواضع به خرج میده مثلا همون جلو اون پایین میشینه اما تو دلش از یه جای من اونجا بوده برای همینم هم وقتی برمیگرده همین جگان گون همینجا خوبه همین جا خوبه یعنی چی یعنی خودم هم میدونم جام اونجاست جا این تکبر ها چون باورش بر که جاش اونجاست یعنی بین او و بقیه فرقی وجود دارد این بزرگتر از بقیه است این حتما باید ردیف اول بشینه اینا تکبره استکبار اینه که بره اون جلو بشینه یه نفر بلند کنه جا خالی کنه و این یه استکباره اش از ابن قیس میگن دید دیدن دور امیران ماهی شلوق بود خب شما فرض بکنید امام معصومتون داره سخنرانی میکنه بعد جای خالی اونجا باقی مونه معلوم هم دوستان نزدیک تر یه سخنرانی که مردم دوستش دارن یه منبری که دوستش دارن مردم نزدیک ترش میشن جا خالی نمونه یه مدعی که دوست دارن دور منبر دعواست حرف می‌گم ما معصوم باشه این شروع کرد اینا رو با پا روی شونه و دستشون گذاشتن همینجوری لگدشون می‌کرد اومد این جلو که یعنی بقیه باشید بریم امیران ما بد جوری حالش رو گرفت چرا چون این رفتار مستکبرانه است حالا جلوتر عرض میکنم اصلا وظیفه مؤمن شکستن استکباره چه بحث ها این استکبار استکبار نظامی استکبار اقتصادی استکبار سیاسی باشه حالا جلوتر خواهید فهمید که خیلی از کسانی که خدمت شما هست ما فهم درستی از استکبار ندن تن به استکبار دادن و به بردگی استکبار و مستضعفا نزد این جهت که خدمت شما ارز کنم مستضعفی که کاری ازشون برم نه از این جهت که به مستکبر اجازه استکبار برزن داره حتی در گناه اون آدم شریکن خب استکبار خیلی پیچیده است و خیلی از ما مخفیه یعنی ما فکر میکنیم مثلا زهور و بروزش همینجوری یه نفر شمشیر برداره بر... نه یه نفر که بالا بلند شو جلو مجلس با. جا خالی کنید آقا میخواد بیاد بشینه استاد میخواد بیاد بشینه دکتر میخواد بیاد بشینه این استکباره به ظهور و بروز انجام میده خیلی مهمه که خود رو لغت ها بحث بکنیم ریشه ها برام مشخص میشه ببینید طلب و درخواست مهمترین ویژگی و کارکرد باب استفعاله یعنی کنشگری از جانب توه تو یه کاری انجام میدی منفعل نیستی در اون مورد در مورد موضوع فعل چون منفعل نیستی مثل استخفار مثل بهترین مثال من که یادتون بمونه استخراج استخراج نفت مثلا تو به زور میری خارج میکنی این نیست یه چشمه خودش بجوشه تو میری چاه میزنی چه میدونم کلی دکل نفتی نمیدونم چه 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 مستقر میکنی نفتی رو به زور بیرون میکشی نفتی نبود که خودش بیرون بیاد استخراج نفت میگن استکبار طبق این معنا متعدیه به مفعولم نیاز داره فعل متعدی به مفعول نیاز داره اما در اغرب موارد شما مفعولی نمیبینید برایش ذکر نمیشه چرا چون در این موارد مفعول خود فاعله معمولا مفعول خود فاعله یعنی شخصی خودش رو بزرگ میشماره و به خاطر هم گردن کشی و سرپیچی و سرکشی میکنه این از این طرف اون طرف استسلام دقیقا یعنی برعکس اینه یعنی طلب پذیرشه یعنی اقدام برای پذیرش اینجوری بگیم بهتره درست اقدام برای پذیرش یک کنشگری در مقابل پذیرش در مقابل کنشگری برای نپذیرفتن و بر روی حق سرپوش گذاشتن و خود بر و سرکشی این طرف دقیقا نقطه مقابلش یعنی اقدامی شما انجام بدی کاری انجام بدی برای پذیرش خب چه استسلام اینجا ما باید معنی سلم رو بدونیم چون باب هم هم باب استفعاله اهل لغت برای این اختلاف نظر دارن برخی میگن سلم دقت بفرمایید به کسر سین سلم به معنی صلحه میشه این سلمون سلم اون لبن سالم کن من در صلح هم با هر کسی که به شما در صلح باشه به فتح سین یعنی تسلیم و معنیش اطاعت بعضی گفتن به فتح سین معنیش صلح به کسر سین اسلامه راغب میگه السلام و سلم و سلم یعنی صلح سلام القوم یعنی آن قوم با هم آشتی و توافق کردن این نکته اینجا راجع به لغات بگم این اساسا لغات طی صدها و بلکه هزاران سال شکل میگیرن از یک الفاظ ابتدایی که یک کارکرد کار خیلی ساده ای دارن آرام آرام اون الفاظ دچار تطور میشن زبل وجوه میشن ابعاد مختلفی پیدا میکنن به این معنی که هیچ واژه تک معنا نیست هیچ وقت معانی مختلفی رو بر خودش بار کرده رشد و نمو داشته اصلا این واژه دی این ای داره باید ببینید چه تغییراتی در مرور زمان داشته تو چه جغرافیای خدمت شما از کنم زمانی مکانی این آرام آرام شکل گرفته و دچار تطور و تغییر شده کدام معنی هر دوتا اینا درسته یعنی واقعا سلمه هر دوتا اینها رو در خودش داره به چه معنی؟ به این معنی که ما امروزیش رو بخوایم بگیم شما به طرف میگی که بیا برای خودت به دنبال سلامتی باش با من نجنگ ببین برای خود دنبال سلامتی باش دنبال و این یعنی صلح این هر دو طوره. تسلیم شو نه جنگ برای خود طلب سلامتی کن درست شد و این یعنی صلح یعنی جنگی نباشه بر همین ناخداگاه دقت بفرمایید نقطه مقابل جنگ آتش بسه اما ما نقطه مقابل جنگ و صلح استفاده میکنیم چون صلح با تسلیم شدن فرق داره منیش فرق داره صلح یعنی از اصلاح میاد اگر به معنی اصلاح بگیرید یعنی این که بدترین نوع بدترین اتفاق جنگ و خونریزیه به خاطر همین اصلاح در اینی که جنگ و خونریزی نباشه به این معنا گرفته مگر نه نقطه مقابل اصلاح افساده نقطه مقابل صلح جنگ در لغت نباید باشه به این معنی این قالب شده درش به, زبون بی زبونی بیا آسیب نبین بیا زنده بمون بیا زنده بمونیم بیا نجنگیم درسته آداب دست دادن هم از همین شکل یعنی هم که میگن این صفحه به صفحه گذاشته بشه از همینجا به وجود میاد. یعنی شما از دور دستشون اینجا نشون میده الان میگه منی سلام کردن سلام از همین ریشه دیگه یعنی من با تو در صلح و صفا هستم خب از دور دستشون اینجا خالی دست راستشون هم میبردن بالا اومدنشون یعنی چی؟ یعنی من دستم خالیه من با تو جنگی ندارم خوب دقت می‌فرمایید اسلحه‌ای در دستم نیست وقتی به هم نزدیک میشدن دست قدرت خودشون که دست راستشونه می آوردن جلو و به هم دیگه دست می‌دادن یعنی دستم خالیه دست که می گرفتن تکون می این تکون دادن یعنی که اگه چیزی تو آستینشون هم داره بیفته یعنی خیالشون راحت می شده این آرام آرام تبدیل شد به یک پروتکلی برای اینکه من به تو آسیبی نمیرسونم. بیا به هم آسیبی نرسونیم من پیشگام میشم در این که دنبال صلح و سازش هستم و دنبال جنگ نیستم خوب دقت بفرمایید بعد خب اینو بعد خیلی مهمه برخی به کویکرها نسبت دادن یک فرقه مسیحی بود که اینا نه چرت و پرت اینا مثلا خیلی قدیمی نیست اینا جدیدن در حالی که ما مسافر رو صدها سال بوده و به نظرم حالا یه جایی گفتم من همه چی در مقابلش حالا این طرف چون سلم و سلامو گفتم یکم واجبه راجع درودم صحبت بکنم که تو فارسی استفاده میشه من دیدم بعضی مثلا این الفاظ رو مثلا به این معنی میگه آقا تو اسلام یعنی این مثلا تسلیم انقدر جنگ بوده و نمیدونم چی نه اولا همه جای دنیا همینه همه جای دنیا دست میدن <تصفح> یعنی آداب پروتکل جهانی بوده خب اما این طرف در مورد درود ببین درود دیدم من بعضی جو مثلا تو این شبکه‌های اجتماعی چرت و پرت می‌نویسن واقعا به این چیزا ب... این حرفای اینستاگرام که کلا برزید دور یعنی اصل بر چرت و پرت بودنش می‌گذارید من که عکسش ثابت بشه خب یعنی حرفای بیخود شبکه شبکه‌های اجتماعی که مبنایی نداره مثلا اینا درود به منی چوب گرفته بودم مثلا درودگری خب یا درود سیهون و جیهون چون منطقه میان رودان بوده بین نهرین می‌شده بین نهرین شمال شرق ایران منطقه بوده سرسبز بوده نمیدونم فلان بوده یعنی وقتی میگه درود یعنی برات آرزو میکنم تو اون سرزمین ویژه مثلا تو زندگی کنی این ریشه ای نداره یعنی احتمالاً طرف نشسته فقط دو تا کلمه شبیه هم پیدا کرده و بافته در واقع درود از واژه دروت یا دروت از ریشه اوستایی گرفته شده که به معنی تندرستی و سلامتی حالا من براتون باز میکنم تو پارسی میانه پهلوی یا پارسیک نقطه که من پارسیک نقطه مقابلش مثلا توریکه خب که اون از تورانی ها بودن اینا یا ایرانی ها بودن دروات یا درواتا یعنی درست و راست مستقیم صحیح سالم هم ریشه با ده و رو و در سانسکریته یعنی بود بودم کرده. در اوستا بیشتر با تنو می اومد مثل تنو درست تندرست درست تو عوستا دروت به معنی تندرست درست استفاده شده تو پهلوی اون رو دروت گفتند خوب دقت بفرمایید تو زبان فارسی دروت شد و امروز هم به عنوان درود استفاده میشه اگر یه میانوند سین بگیره میشه درست خوب دقت بفرمایید یعنی درود و درست خوب دقت بفرمایید درود و درست از یه تنه گرفته شدن این که اتمسفر تغییر من میگم یعنی همین ریشه ریشه این کلمات چند تا چند تا مفهومه اونا بهش میرسیم چون میدونید زبان های آریایی یا هند اروپایی از اروپا شما بگیرید، تا هند ایران گستره خیلی وسیعی دارن خب واژه جوست در فرانسوی هم از همینه ریشه گرفته شده که در پارسی میانه میگفتن درست درست گفتن درست درویت دی ار او آی تی ای در فرانسه که دو نوشته خونده میشه اونا روغه تلفظ میکنن به معنی درست پس عملا این واژه چه مفاهیمی رو در خودش داره درست راست مستقیم سلامت برپا و ادامه دار خوب دقت بفرمایید یعنی اینا بخواد بگی مثل یه زلیه حالا شش شد هفت تا شد چه جوریه زلعی میشه که همه اینها رو در خودش داره کلمه راست یا رایت right در انگلیسی هم همینه خب یعنی مستقیم بودن سلامت بودن در زبان انگلیسی جاست در زبان روسی درست به دراست دگرگون شد و تغییر کرد پس ریشه همه اینا به همون واژه اوستایی برمیگرده حتی رود یعنی به رود رودخونه ما استفاده میکنیم رود یعنی ادامه دار این چیزی که ادامه داره حیات داره حتی روده به خاطر بلندی و طول و درازیش بوده و... یا فرزند رو میگفتن رود چون ادامه یک نفره نسل یک نفره از اون جهت طرف ادامه پیدا میکنه همین الان تو لحجای مختلف زبان فارسی هنوز استفاده میشه تو زاگروس نشینان ما استفاده میشه تو لارستان استفاده میشه تو لحجه تبریزی ها قبل از اینکه زبانشون ترکی بشه بوده این خیلی قدیمی هست مثلا پیرسن زهتاب پیرسن زهتاب تبریزی خطاب به اسکندر حاکم قرقوی لوها میگه رودم کشتی رودت کشاد میگه که پسرمو کشتی خدا پسرتو بکشه اسکندر خب این رود رودکم نمیدونم چی فلان هنوز دارن استفاده میکنن رودم به معنی یه چیزی که ناز باشه دوست داشتنی باشه عرض کردم من زاگرس استفاده میکنه چون بچه دوست داشتنی بوده ناز بوده عرض کردم اون معنی چوب و اینها هم که یه درست خب اینم تا اینجا شما دیدونم بعضی مثلا بین کلمه درود و سلام قصه های درست میکنم یه سری متن خودم تو شبکه اجتماعی برام فرستادم کی مش چرت در هر دو معنی شکیه یعنی سلامت باشی همین الان سلامتی رو ما چه استفاده با میکنم سلامتی همین سلم دارش اما هم کلمه سلام و کسی که سلام میده یعنی از جانب من شما هم نیت داری من آسیب تو نمیرسم و برات بخوام آرزو سلامتی کنم برای همین خودش مستحبه اما جوابش واجبه واجب مثل نماز خوندن واجبه باید, هم. باید جواب بدی سر نماز باشی یه نفر بیاد به شما سلام بگه باید جوابشو بدی خوب این داشته خب این پرانتز بستیم بحث بس این بحث لغویش عقل وقتی صحیح و سالم باشه در مقابل حق خاضع میشه حق می میپذیره بیچونو چرا میپذیره اقدام میکنه بر پذیرش حق نگاه کنید استسلام یعنی اقدام کنشگری داره بر پذیرش حق وای نمیسته سر بلند میشه اعلام میکنه و سابقونه سابقونه تنافس المتنافسونه بلند میشه اقدام میکنه یه کاری میکنه میخواد توی پذیرندگان حق جز اولین ها باشه این کسی که تسلیمه در مقابل و خازه این که در قرآن میگی که ما متعدد داریم مواردی که میبینید که به تعبیر ولایت امیرالمومنین شوی که جز خاشعان نمیپذیرن این به خاطر اینه یعنی اونا خشوع دارن یعنی تکبر ندارن یعنی سرکشی ندارن سری میپذیرن شیطان دقیقا رو میگه میگه این معلوم زود باوره معلوم بنیه علمی نداره همین که به پیامبر گفتن اوزون گفتن هر چی میگه گوش میکنه سری کوتاه میاد گوشه لب و دهن نیست بحث نمیکنه جدل نمیکنه سری میپذیره خوب ندارید کبیر بودن ویژه و مختص حق تعالی مقام کبریایی فقط از آن اوس و لاغیر برای همین کسی که استکبار یعنی طلب کبر بزرگی میکنه یعنی گنده نیست ادای گندار در میره سهزرید برای همین عملا ادای خدایی کرده دقت بفرمایید عملا در عمل ادای خدایی کرده جان انسان ها رو بی ارزش شمرده مثلا رزق و روزی مردم رو دست برده درشون ها رو تفکیک کرده یکی رو لایق زنده موندن دونسته یکی رو لایق مردن شد طبقات اجتماعی به وجود آورده اینا همش ویژگی های استکباره پاسخ و خدا در مقابل استکبار چیه؟ یقینا کوتاه نمید مؤمنین چه باید باشه؟ یقینا نباید کوتاه خوب دقت بفهم ببینید مثلا وقتی میگه که به حلاکت میرسونن هر و نسل رو خب من دیدم که این برنامه های تلویزیون پخش میکرد راجب این کسی ای که تجربه نزدیک به مرگ داشتن بعد خدمت شما عرض کنم که طرف دیده بود که مثلا بچه ای رو سخت کرده بودن و اون کسایی که تحریکش کرده بودن به سخت اوضاعشون خیلی خراب بود اومد این،, این با این معانی درسته این هر چیزی که اونا ببینن من درست نیست به شما بگم خب چون اینا هیچ کدوم مرگ واقع نشده دقت بفرمایید بعضا خود تفکرات طرف درش تاثیر داره بعضا شیاطین میتونن بیان دخل و تصرف کنن تو این عالم در واقع اما مرگ اینطور نیستش مرگ به وقوع میپیونه و تمام میشه روی قبض جان میشه که تمام میشه خب چون بعد یه روزی مثلا جدا راجب این بحثا صحبت بشه که حالا الان حداقل فضا تو این موضوع ما. موضوع ما نیستش خب اینکه کسی بیاد بگه مثلا بچه نباید بیارید یا تحریک کنه بچه اینا استکباره ببینید این خیلی مهمه خوب دقت بکنید شما شاید مثلا خیلی ساده کنار آقا بچه میخواد چیکار یک سوال اینجا دارم روزیشو تو میدی قبول داری روزی رو خدا میده یا نه بله قبول داره عمر دست خداست بده اصلا همه چی دست خداست بده چی میگیم اصلا دید خدایی داشتی میکردی ناخداگاه در عمل میگیم یعنی ناخداگاه روزی رو داشت تقسیم میکردی ناخداگاه حیات و ممات ای رو مگه نمرود چیکار میکرد؟ نمرود همین کار میکرد حیات و ممات ادهی رو به دست گرفته بود تو نفر آوردن گفت من میمیرانم و زنده میکنم چجوری؟ گفت نگاه کن اینو میذارم میکشم زاد کش بد گفت اینو کشتم اینم میخوام بکشم حالا نمیکشم زنده نگهش میدارم اینم باید مورد محسوبش میکردید این ببین تو همون سیستم نمرودی و فرعونی ها کسی که به خودش اجازه میده جان یه مخلوق بگیره شما میدین آیات قرآن عجیبه در این زمینه اگر شما کسی رو به ناحق بکشید خدا نصیب نکنه انشالله قرآن وعده خلود در جهنم داده خلود در جهنم ها این خیلی عجیبه خلود در جهنم خال ابدی میشه در جهنم حق نداری جان جانی انسان رو بگیری ببینید اینا که مثلا دستور میدن مثلا چه میدن یه بمب اتم میندازن روی شهر مثلا عجیب غریبه فا... باور نکردنی چه بلایی با سر این آدم بیاد اونور مثلا باید معادی باشه که این آدم اینا هم جادی بمیره بقیه هم جادی بمیرن بعد باش حساب کتاب بشه در قرآن استکبار فردی ما داریم استکبار اجتماعی خیلی استکبار وسعت داره در قرآن استکبار فردی در مقابل استسلا استسلام, استسلام اومده همینی که داریم صحبت میکنیم اما استکبار جمعی که عموما در استکبار فردی یک اتفاقی یک مسئله روحی در خودت استکبار جمعی کاریست کنشگری که تو جامعه میکنی تو نسبت به خلق خدا داری انجام میدی نسبت به مخلوقات انجام میدی در مقابل استضعاف ببین اون استسلامه در مقابل استکبار چون یه حسه اینجا میگه باید حس پذیرش حق داشته باشه میشه استسلام اینور مقابلش استضعاف یعنی چی؟ که بگم استضعاف هم بازم همون انگار به زور طلب ضعف کردن دیگه خب الزامن نه مضمومه نه ممدوهه نه بگی مثلا ذاتن بد یا خوبه هیچ کدوم بستگی به اینکه تو چه شرایطی شکل گرفته باشه اما به زبان بیزبانی میفرماید باید بازی مستکبران را به هم بزنید چون کسانی بودن نقش داشتن در ضعیف شدن شما شما رو به زور ضعیف کردن وقتی این رو میگه یعنی شما باید این قادر بشین نقطه مقابل استضافی استکباری هست و استکبار وقتی هست یعنی مؤمن نودارون بشینه به هیچ وجه منام نشه باید قیام کنه باید بشکنه استکبار قلب صحیح و سالم متهم میشه به سادگی بیاد برمیگرم میگن در موقع کی؟ در موقع کسی که هیچیو نمیپذیرن دیدید بعضی ها رو هر چی میگی یه انقلتی توش دارن این روحیه پذیرش حق به این سادگی ها ندارن در موقع حرف حسابا میبینید آسمون و به ریسمون داره میبافه بعضی هم هستن تو حق بهشون میگی سرزر قفل میشن این لحظه اصلا انگار روی آتیش آب ریختی انگار این کلید مال این قفل بود انگار رمزشو زدی انگار پسوردو زدی خب از همین جا شما میتونید بفهمید وقتی به نفر دارید صحبت میکنید وسط بحثید یه هایی میرین تا یه نکته حق میگه میگه راست میگه حق با شماست اینا کیمیان این آدم ها اینا بهترین آدم که آدم باید برای دوستی انتخاب بکنه همینجوری این روحیا در ما شکل میگیره از دوستمون از رفیقمون از هم خانوادگی که باش ارتباط دارید اون بچه شما همینجوری تربیت میکنه بچه شما بچه اون بازی میکنه بچه حق طلب بار میاد اینا چه فضای شکل میگیره تربیت یعنی همین دیگه اینا رو باید حتما باید ملازمه داشت ملا... ملازم خانوادگی تو اون کسی که باش ارتباط داره اون چه کسی انتخاب میکنه خیلی مهمه اینو باید مراقبت امام میگه که و باید دانست که قلب انسان چون سلامت از آفات و عیوب باشد حق را به فطرت سالمه خود دریافت میگه حق و فطرت سالم سریع میپذیره و پس از دریافت کردن آن برای آن تسلیم شود سریع هم تسلیم میشه. و چون تسلیم شد در اعمال سوریه قالبیه انقیاد کند سریع هم در ظاهرش نشون میده مقاومتی نداره در مقابل حق سریع میپذیره پس از قلب سالم تسلیم حاصل شود و از تسلیم قلبی یه قلب که سالم بود شما تسلیم میشی و از تسلیم قلبی انقیاد سوری حاصل شود در ظاهر هم نشون میدی و این استسلام است اسلام هست. پذیرفتی یا حرف حق دست دادن بیاری بالا سخت ها چون همه یه رگه هایی از اون حداقل تکبر دارن چون خود اون خودخواهی است دیگه یعنی <تصفح> کسی که پذیرفت حق رو خوب دقت بکنید در ظاهرش هم ظهور و بروز داره ببین یه کسی پذیرفته پوشیدگی خوبه سری در ظاهر شما اینو میبینید پذیرفته چه میدونم مثلا احترام به والدین خوبه در ظاهرش هم کرنشش رو در مقال پدر مادرش میبینید این از یک چشمه ای داره میجوشه اونو شما باید ببینید این سرعت عمل این سرعت در انجام اون چیزیه که خیلی برای خدا ارزشمنده یعنی استسلام یعنی این سر زرب طرف تسلیم مثل شما داریم صحبت هر چه آخونده میگن تو قبول میکنی؟ یا اصلا آخونده گفتن از آسمون اومده یه برگیر رو کاغذ بده که حرف حساب هست یا نه دیدی چقدر بینم م... فرمود مون فرماده آقا اون زور قال به گفته کار ولات از زور من قال حرف حرف حقی یا نه حرف فقط دهن بچم هم حالا شاید کلا هم سرت بره بره طبیعی این کاره ممکنه پیش بیاد کدوم بدتره اینی که حقا نپذیری این خیلی مهم کیس بودن یعنی احتمال بدهد اما اصل رو بر صحت و براعت بگذاریم ما ببین اصل رو بر صحت و براعت بگذار احتمال هم بده که ممکنه یه همچین مثلا پدر سوختگی هم باشه باشه برای اونم یه ملاحظاتی داشته باشه اما اصل بر پذیرش باید باشه اما عرض کردم بعضی هستن ببین صحبت اون روند اصلیه جریان رودخونه چیه حالا یه سنگ هم وسطه اما رودخونه این وریه داره میره بعضی میگه اصل بر نپذیرفتنه هر حرفی رو انقدر بهات کلکل کل میکنن انقدر باید. باحت... این روی تسلیم نداره اینا تو ازدواج اینا رو ملاقات کنید اینا رو بفهمیدا اینا باید برید تست برید پیش مشاور برید این روحیه در بیاد این لجاجتی که طرف داره هر چیزی رو نمیپذیره خب و نقطه مقابلش هم دقت که مثلا تحقیر میکنن مسخره میکنن میگن این ساده این هر چی بگی باور میکنه نه این که اصل رو بر صحت و به بگذاری با ساده لوحی دار فرق داره اینو من قبلا هم توضیح دادم خدمت شما رو بگم؟ بگم به این دلیل که بی دلیل چیزی رو باطل قلم داد نکنید بی دلیل بعضی اصلشون برای اینکه همه چی همه دروغ بوان. همه گرگن من که عکسش ثابت بشه مؤمن اگه دقت کرده باشه حرفش رو ساده میزنه منافقی که پیچیده حرف میزنه همش قسم میخوره بالا و پایین میاد دست و پاش تکون میده پیچیدگی داره خود نمایی میکنه توی حرف زدنش قسم میخوره نمیدونم چه میدونم زمین آسمون با هم رد و یابس با هم میبافه که یه چیزی رو به شما بگه مؤمن ساده رو میزن اصلا شما حس میکنید یه کسی که بالا خب بیشتر این حس رو همه صداقت رو میگیرن خب بعد بعضی که حالا این کاره ترن دقیق ترن قشنگ دریافت دارن آقا اصلا از سرورونی روی طرف میباره صداقت و متاسفانه دیدم بعضا مثلا تو خانواده ها بچه هاشون دارن سرزنش میکنن زن و شوهر متاسفانه <applause> ای بابا تو هم چه ساده این جمله خیلی جمله عجیبیه ای بابا تو چه ساده ای تو نمیدونی اون منظورش چی بوده این آدم زمینه های استکبار داره دقت بفهمید قشنگ نتیجه رو گرفته تصمیمش هم گرفته به وضوح براش مشخصه چی به چیه مثلا قضاوتش هم کرده تو چه ساده آخه. مثلا یه خورده آره بچه خوبی هم هستی چقدر شما خوبی دل الحمدلله فلان اینا خیلی حرفای خطرناک زود باورید متهم میکنن سری چقدر شما مثلا ارزش قائل شدید برای اینکه به فرزندانتون به خانوادتون یاد بدید که عیبی نداره ما اینجا اصل رو بر این باید بگذاریم حالا نمیخوام من مثال بخوام مثلا از خودم بزنم خوب نیست خب اما موارد متعدد اینجوری دیدم که مثلا داری با طرف صحبت میکنی هی بهت میگه ببین این اینجوری اینجوری میگی یه دقیقه سب کن شروع میکنی خود تمام های مختلفی که این آدم میتونه کلا بردار باشه وقتی بهش میگی تعجب میکنه یعنی شما اینو فهمیدیم یا آره اصل رو بر صحت گذاشتم به معنی خنگ بودن نیست اینو میخوام اینو حس و بهتون انتقال بدم و این فضا دستتون باشه چون یه اه... نه یعنی تو سری خور بار میاد نمیدونم ظلم تو... زل... ز... بهش میکنن اولا این نکته به شما بگم ما سه نوع ظلم داریم دیگه ظلم در حق خدا ظلم در حق خودمون ظلم در حق مرد همه ای اینها ظلم در حق خودمون یعنی چی؟ یعنی اینکه شما اصلا به خدا نمیتونی ظلم کنی فکر کن الناس نائمون این دنیا خوابه و ازا ما تو وقتی میمیریم انتبه بعد تازه بیدار میشیم تازه به خودمون میگه شما فکر کن تو خواب حق یه نفری گرفتی کلی کتش هم زدی بیدار میشه میره توهم بوده خوب دقت کنید وقتی میره اون طرف بی میبینی که فمن یه عمل مسخال زرتن خیرن یه شرن ره اینا رو میبینی میفهمی بی مور از ماست میکشن بیرون به بی هیچ کسی استثناء قائل نیستن شهید میگن در اولین ریختشان اولین قطره خونش همه گناهاش بخشیده میشه الا دین روایت نگاه کنیم به غیر از اینکه حق یک کسی یاد میشه بعد اونجا فهمید، داشتی به خودت ظلم میکردی هر آنچه که با طرف تا کردی بهش میدن سوابات وقتی دادن دونه دونه به اون اینجا میذاری تو سر زمین و گاز میگیری فهمیدی اون موقع است که میگه ظلم تو نفسی خودت من خودم به خودم رو کردم در حق خدا اصلا دست تو به ساعت کبریایی من تو میرسی که در خود ظلم کنیم درست این معنی چیزش عرفیشو قبول دارم ها خب اما خب میگم در مجموع تحت اشمینی به خود ظلم کردی خودتو باید کردی سواب نداشته باشی گناهاشو وقتی بار کردن گردنه دو موقع میفهمی یعنی چی گناه نداشتر وقتی گردنت بار کردن موقع میفهمی یعنی چی موقع میگه ای کاش من برمیشدم لال میشدم این جمله رو نمیگفتم لال می شدم این اقدامو نمی کردم این دلو نمی شکندم این حرفو نمی زدم ای کاش بر می اقدام میکردم برای اصلاح ذات البین بین دو نفر خوب کنم هرچند برام سخت بود تکبرت نمی دیگه استکبارت نمی زش. چرا؟ چون منو واقعی دیده بودی چون بر خود بزرگی قائل بودی می من فوش دادی من تو این کرد کدوم منی او نیم منم نیستیم ان الله لا یظلم الناس شیئا خدا هیچ به مردم ستم نمی کند الناس انفسهم یظلمون مردم خودتون دارید ظلم میکنید به خود خودتون. خودتون دارید به خودتون ظلم میکنید دارید خودتون رو بیچاره میکنید پس چند تا نکته اولا ما حق نیستیم دقت بفرمایید این توهم بیام بیرون ما حق نیستیم دوما ما حق را باید بیابیم و بخواهیم ما حق نیستیم وقتی حق نیستیم دنبال حق پیداش کنیم و بخواهیم سوما در مقابلش نیستیم هیچ نوع کرنش محضمون استسلام یا نمون اینایی که در مقابل اهل بیت ایستادن تو کنه ذاتشون و رفتار دیگه هم شما این مسئله میبینید من رویی استکباری داشته، این رویی خطرناکی شانس آوردیم زمان امامانی استیم اگر رویی استکباری داشته باشیم هیچ بعید نیست رو لورم می بودیم وجلایشون اینو اهل بیت وای میستادیم میم که چیزایی که جلوی اهل بیت ایستادن شما برید مثلا یکیشون بوده همه می زده من سخنرانی کردم تو مشهد وصیله فاطمی یک شب فقط اختصاص دادم به رفتار اون فرد در منابه برادر اهل سنت که چجور با زنها ها میکرده کیف میکرده با شلاق ملت رو میزده میبینید این خوی رو داری جاهای دیگه میزنه بیرون مثل یه آبیه یه زمین انگار مونده هر جایی گسل یه ترکی میخوره یه چیز بدون کنه میزنه بیرون یاری ممکنه از زیر پای این کوه بزنه بیرون هم. پای اون کوه بزنه بیرون پای اون تپه بزنه بیرون. تو رودخونه بزنه بیرون این که معلوم نیست هر جا اون ضعف شکلی یه موقع هست در مقابل یه آدم بیگناه تو کوچه و خیابون این کار انجام میده یه موقعی است در مقابل ولی خدا انجام میده که امیرالمومنین فرمود چند تا کار هیچ وقت انجام ندید یکیش اینی که نسبت به همه احترام بگذار چون اون فردی که داری شما در حقش بی احترامی میکنی شاید ولی خدا باشه شما نشناسیدش یه داره میره توی خیابون شما اصلا نشنسید بقوله خضر نبی باشه و بی احترام بگو مثل بی آدم عادی نیست ما پاسخ وحشتناک خدا میده خدا غیرت داره سر اولیاء خودش بیچاره میکنه طرف چنان چه قلب اگر معیوب باشد گوش کنید و آفت خودبینی و خودخواهی در آن متمکن شود کبر در آن حاصل شود و آن حالتی است نفسانیه که حالت بزرگ دیدن خود و بالاتر دیدن خود از دیگران است و اگر بر طبق این حالت نفسانیه رفتار کند و در ظاهر بزرگی فروشد بر بندگان خدا گویند تکبر کرد و اگر از روی این کبریای نفسانی نافرمانی و سرکشی کند این ظهور و بروز پیدا بکند گویند استکبار نمود پس استکبار نافرمانی و سرکشی حاصل از کبره است و آن در مقابل استسلام است که انقیاد سوری از روی تسلیم باطنی است در ظاهر در عمل کاری را انجام میدی که در باطن شما تسلیم نیست و در این م... نکته هم باید حتما بدیهیاته نه هر انقیادی استسلام است و نه هر نافرمانی و سرکشی استکبار اینا میدونیم در مقال حق باید سنجیده بشه یه نکته خطرناکی میخوام بگم یه گفتید سوزنی به خودم بزنیم جوال به مردم نکته عجیب و دردناک ماجرا اینه که بین ما مذهبی ها این صفت ظهور و پیچیده ای داره متاسفانه چرا؟ چون اصلا هر چی داشتیم چه استسلام میگفتیم چه استکبار یه داله مرکزی داشت یه مطلبی بود اون وسط اونم این که نسبت اینها با حق چه بود چون یه فرد مذهبی خودش رو حق میدونه خودش رو مستاق حق میدونه سریع این دستبندی رو انجام میده این خیلی خطرناک انقدر راحت مستکبر میشه اصلا نمیفهم این در بین مذهبی ها ظهور و بروزه پیچیده چی ای داره بدترین شکل نفاق هم اینجا صورت میگیره دیگه میفهم بدترین شکل نفاق اینه که شما یه روکش دینی بهش میدی و اصلا حس ثواب کردن هم داری. این خیلی وحشتناک خیلی راحت تفسیق میکنن فاسقت میکنن تکفیرت میکنن کافرت میکنن منحرف میخوننت و بیچاری اگه دقت کنم تو مملکت خودمون نگاه بکنید تو بین قربی راها نمیگن برحق نیستی نمیگن فاسق و کارفری نمیشنم نمیشن. میگن نمیفهمی <تصفح> یا عقل و درست حسابی نداری یا متوهمی دقت کردید قربی راها بیشتر اینجوری میگن اصلاح طلب اینجوری بیشتر اینجوری متهم میکنن دشمنش بیشتر اصول ها نه میگن انحراف دارد از چی؟ از حق حق کیه؟ حق چیه اینجا؟ متاسفانه بعضا شخص خودشون میاره که خودشون میگذارن خوبه نه داشته باشید بعد میگن تو ضد ولایتی خیلی راحت طرف حل میدن اون گوشه رینگ بعد که میره عمل کرده خودشون رو بعضا نگاه میکنی میبینی که بعضی از اینا که اینطور نیستن خب اقلیت اینجوری متاسفانه میبینی که کمتر جریانی رو در تاریخ پیدا میکنی انقدر راحت خودشون رو پشت ولایت قایم کرده باشه و سپر ساخته باشن از ولایت میگن خودشون سپر ولایت بشن و برن جلو وایسن تیر ترکشای اینا بخورن رو سپر میکنن سری میرن پشت سر آقا آقا میکنن قایم میشن بعد این مفاهیم رو مورد حجم قرار میده و موجب حمله به این مفاهیم و این ارزش میشن خیلی مهمه شما میبینید که طرف رو آماج بهتان و توهین و تهمت میکنه به هر وسیله دست میدید من عرض کردم حالا نمیخوام خیلی وارد این بحث های سیاسی بشه اما تجربه جالب بود برام این ایام انتخابات مثلا تهمت هایی که زده میشد خیلی عجیب بود مثلا اون اینا با سرویس های خارجی در ارتباط اینها بذره های نفوذن که این چون خوب دقت کنید اینجا یه مطلب چون وقتی طرف ها مقابل اصولگرا را انقلابی باشه شبیه خود اینا سیه ممنون چی باید قرار بدن یا باید بگن درست شبیه مایی اما تو راه ما نیستی تو یه زاویه ای داری در ظاهر شبیه این اسمش چیه انحراف نکته دوم چیه شبیه مایی اما خب واقعا از ما نیستی میشه چی نفوذی برای همین دو تا اتیکت خیلی راحت میچسبون بود خیلی راحت چند آقا اینا ضد زده علمان ضد زده مراجع عجب یا مثلا رفته بودن سراغ برخی از مده عزیز شروع کرده بودن اصلا مثلا یه کانالی تو توییتر که اصلا ربطی به ما نداشته ما اصلا نمیشناختیمش بعد اینو برده مثلا نشون داده بودن که آقا اینا مال ایناست این مثلا مال ایناست بعد چرا چون مثلا این اکانت یه توینی به یکی از علما کرد بعد جالب اینجا اون اکانت اصلا معلوم چیه سر تش کجاست چی به چی بماند که چیزا به تو میدن دقیقا افرادی بودن فردی بود. که در جبهه سیاسی اونها بود براشون جون میکند به اسم خودشمون اون عالم ربانی توهین کرده بود علنی توهین کرده بود اینو نمیدیدم چی میشه اینجا نبینی ببین یوی سرپوش میزه این اصلا نمیخواد ببینه یا مثلا شما یه جریان مردمی که مردمن ببین اینا پول میگیرن بعد نتونی اثبات کنی پول میگیرن خب کجا پول میگه؟ سندی به بگی نه به حساب اینا چی چی میزنن این ارزه دیجیتال میزنن بیت کوین میزنن نمیدونم چی چی میزنن چرا چون نمیشه اثبات کرد دیگه <applause> خب این راحت یه خیلی جالبه مثلا ما زمانی که دنبال جای جدید میگشتیم برای دفاتر مؤسسه مؤسسه مثلا واحد خانواده‌اش یه طرفه نمیدونم واحد مهندسیش یه گوش است همین هر هست هم پستی که تو کانال گذاشتیم که آقا اگه جای دارید به ما معرفی کن ما جا نداریم بعضی اومدن مثلا یه واحد آپارتمانش رو معرفی کردم مورد بوده رفتیم تو اونجا همسایه ها شاکی شدن بلند شدیم خب یا مثلا طرف بلند شدن پسرم عروسی کرده من لازمش دارم مثلا یه سال بعد بلند کرد نه ماه بعد بلند کرده حالا بعضی لطف داشتن بیشتر میگشتیم توی بنگاه یه ملک پیدا کردیم قدیمی حالا ما میخواستیم مهم نبود تقریبا بعدا دو سه ماهی هم وقت گذاشیم اونجا درستش کردیم خدمت شما عرض کنم وقتی رفتم اونجا رو بگیریم دیدیم مال مسجد رو گفتم خب الحمدلله اجاره هم که میدیم بر مسجد ما جایی که میریم معمولا سه سال کمتر قرارداد نمیبندیم شرطمونه میگیم آقا ما مستاجر شما میشیم مخلص شما هستیم اجاره مون هم دو دستی تقدیم میکنیم یه شرطی که حداقل سه سال پنج سال ما بمونیم چون اسباب کشی واقعا اذیت میکنه دیگه دو ماه اونور باید جمع کنی دو ماه این بر بساط کنی نصف سال از دست میدی روزه اول... اول... اول که بچه‌ها اومده بودن اونجا بعضی از این همسایه‌ها اومدن گفتن آقا شما کی هستید اینجا به من اطلاع دادن من با یه پیرمرد باشون صحبت کردم گفتم چطور خب آقا اینجا وقف مسجده این مسجد یا حق نداره اینجا رجار بدن گفتم چطور اونجا وقف یعنی که کار فرهنگی بشه و کار اینا خب برای ما خیلی مهم بود درست ما اجاره میدادیم خب من اطلاع دادم به هیئت امنا و همون عزیزی که این کار طرف مقابل مسجد بود یه روز تشریف آوردن دفتر ما وقف آوردن که دیدنشته که اواید حاصل از این به مسجد برسه هم گفتن اوایدش میشین اجارش دیگه میرسه بعد این عبارتی که امام جماعت مسجد سوایه گفت ما از خدا اون باید باشه این مسجد از شما باشه همون کار فرهنگی انجام میشه هم پولمون رو میگیریم خب اجارمون هم میگیریم خب اجارم که جیب بند خدا نمیری که خرج مسجد میشه حالا القصه نگم که مثلا چه راحت تو مت عکس ساختمون میذاشتن این ساختمان چیز به من چون ساختمان چیز نه تحت مالکیت ما بوده نه تحت اجاره ما بوده بعد ساختمانی که اصلا جالب عکس پرچم ایران بوده اینو عکس در... پرچم فلسطین بوده نمیدونم من رفتم نگاه کردم اصلا اصل ریشش مال بنیاد مستضعفانه بعد اجاره داده یه بنده خدای تماس گرفت ما که آقا یه طبقش دست منه نیروامو دورکار کردم نصف اون یه جارو بعد نیروها دورکار کردم اونجا خالی اگه میخواد بیاد استفاده کنید ما هم یه سری از جلسات و کارهای رسانه‌ای مثلا که دیگه نمیخواستیم تو دفتر خودمون انجام بشه نمیخواستیم که یعنی رفتم از سخت بود اونجا انجام بشه گفت آقا تا اسمندم دست من و اسمن خالیش میکنم بعد پس بدم پولم میخوام بگیرم حالا بعضا همین عزیزانی که تو این جریان دعوای سیاسی نقطه مقابل ما بودن همونجا حضور پیدا کردن از مصاحبه هم گرفته شده اینش جالب اما خب این که انقدر راحت ببینید از آخرت نمی ترسید ما یه حرفی زدیم سوال پرسیدیم گفتیم آقا مثلا این نکته چیه توضیح بدید بعد گفتیم گفتیم بیا توضیح بدید توضیح خواستیم من در جریان همین ماجرای که در مورد آجای صدیقی هم مطرح شد خب بدون تقریبا من سه چهار روز پیش یعنی روز اول عید بله روز اول عید بود یعنی که دو سال تحویل بود من تو مدرسه رفتم حاضر شدم و توضیحاتشون رو شنیدم بخششو و بخش دیگر رو هم چیز خواستم مستندات خواستم خب من که بهم. اما جا مرسی هم گفتم مثلا این از دو مسئله خارج نیستش یا صحت دارد یا ندارد اگه صحت دارد که هیچ اگه ندارد چرا درست توضیح نمیدید به مردم درست به توضیح بدید یه دوربین بذارید اصلا برای اونجا بچرخونید برای مردم توضیح بدید خب خلاص این که میبینید این مشی چجور مشیه یعنی این که میگم بعضا تو ما ها بیشتر شکلی نزم اگه دقت بکنید که سری ما خودمون رو خدا میبینیم دیگه خودمون رو حق میبینیم به هر کی جلومون باشه میشه ضد خدا انگار دشمن ما عدو الله اینجوری هم نگاه کنید فاز از این ذکر برداشتن و از این قصه زیاد انجام میدن به قول تو فرشته ها زد بیرون از بین فرشته ها میچرخید یعنی انقدر مذهبی بود اما چقدر ساده دوچار بدترین نوع استکبار شد یک جوری که خدا یه موجودی که دیدنی نیست و کشون داور تو قرآن اسمش آورد قصهشو تعریف کرد علال عبد آوروش رو برد و سوگن میخوره که از جهنمی هست. و اون و هر کسی که پیروش باشه خیلی عجیبه یعنی پیروان همه جهنمی پیروانی آدم مستکبرن یک کلام مستکبرینی هستن که به روی مستکبره دیگر اصلا جهنم جای مستکبرینه خیلی عجیب اینکه طرف بخشی از دین رو میپذیره بخشی رو نمیپذیره خودش اجتهاد میکنه این یعنی خودشون بخش ببین یه بخشی رو میپذیره حق و یه بخشی از حق نمیپذیره اون بخشی که نمیپذیره خودش اجتهاد میکنه یعنی کیو حق میدونه خودشو پس دو تا حق داریم یه حق خداست یه حق تو این حق نیست این استکباره ادعای خدایی کردی گندگی کردی پوستت کنده است اینو من به شما میگم خدا در مقابل مستکبر کوتاه نمیاد خودش کوتاه نمیاد از ما هم خواسته کوتاه نیم طرف مثلا میبینی که چه میدونم یه بخشی از دین حالا قبول که میگه ببین این کار شما من قبول ندارم بعد یه عذاب اجدانی هم داره اصلا مطمئنی در مورد این آیه داریم تو قرآن یعنی حالا مثلا روایت شاید اینا جهلی باشه مثلا اینجوری دیدید این یعنی سختشه این منر نمیتونه بگیزه اینجا خودش حق میدونه دیگه سریع اینجا خودش میاد بسط و میشه مبنا دیگه آج آقای آج خانوم دیگه نمیدونی جمعش کنیم دقیقا هم جالبه در بین صحابه پیامبر خوب دقت کنید عجب نکته ظریف در بین صحابه پیامبر اون فردی که بیشترین خوی استکباری رو داشت خوب دقت کنید بیشترین دخالت رو در احکام کرد خیلی احکام جابجا که اینو خلقس اون خویی که میگم نگران کننده است می شروع کرد احکام نماز ساخته میدم اینجوری وایسید اونجوری وایسید اینم دستاتون اینجوری بگیرید اون پاتون اونجوری بگیرید شروع کرد تغییر دادن چرا اونای دیگه شون انقدر به این شکل که او موثر بود نبودن چرا این خویه یعنی یه جایی میگه خب اون اینجوری گفته منم اینجوری میگم مگه چه اشکالی داره اینا خیلی خطرناک هممونم دوزشو داریم ما خب باید زدود یا خودمون میزداییم یا خدا میزداید و سخته اگه دقت بفرمایید خداوند متعال در قرآن برای شیطان همین رو اشاره میکنه این داشته باشید میفرماد قال خداوند فرمود یا ابلیس ای ابلیس ما منعکه چه چیز تو را من کرد ان تسجده که لما خلق تو به یدی چه چیزی تو رو من کرد از اون که سجده بکنی بر اون چیزی که من خودم ساختم به ید خودم به دست خودم با قدرت خودم ساختم من خدای آفریدم تو کور بودی ندیدی این آفریده من مخلوق منه و دستور منه بهت میگم بهش سجده کن اینجا جم از تکبر تا استکبار ورزیدی ام کنت من العالین یا از گنده ها بودی یا مقامی ارجمند داشتی میبینید دقیقا نقطه مقابل میشه این استکبار میگه چرا این کار نکرد چرا در مقابل این فرمان سرباز زدی ادعای گندگی کردی یا گنده بودی می تو از آلین هستی که بگی من واقعا از این برترم اولو داری بر چه استکبار و اذ قلنا للملائکه و اختی ما به ملائکه گفتیم اسجدو جدول آدم به آدم سجده فسجدو الا به بلا فاصله همه سجده کردن الا ابلیس ابا ابا کرد استاد ایستاد وستک برا و استکبر من الکافرین میگه این استکبار ورزید میبینید چقدر جالب در موقع شیطان یعنی به وضوح در جای جای قرآن صفت استکبار رو خدا کشیده بیرون پیشونی شیطان چسبونده شیطانی که 6000 سال عبادت کرده یه سجدش 2000 سال تو رو باید داریم ته ته بچه مذهبی بوده نمازخون بوده اما این استکبار رو خ... یک جا خدا میکشونه خدا یک جا تو زندگی یک یک جا دو جا ده جا چه میدونم یک جا جوی قرار میکنه این استکبار تو بکشی بیرون تو زندگیت میندازه به جون یه نفر یک کسی رو به جونت هیچ کار نتونی بکنی قفل چی همینجوری واسه میدونن کس کیه بچت <تصفح> یه کاری میکنه هر چی کری خوندی برای اون برای اون همین جقله بچه موتور تو پایین از جایی میخوری که به عقل جن نمیرسه فرعون مستکبر رو ببینید تمام بچه ها کش جزیه بچه همون باباش در برد همون کشتش کشیدش تو رود خونه آب بسته شد و قرق شد خفه شد و به درک بسته شد از جایی که فکرشو نمیکرد تحقیر شد این اولین بار که حضرت موسی رفت سراغش این اثار انداخی نجده شد روی تخت تخت شاهنشاهی که نشسته به خوش ادرار کرد ترس اون مار از این مجسته رو که دید که تس آقاران یه تون هم حرکت میکرد مار خرفت نبودی مارای بوها رو نشون میده مار پیتون رو نشون میده میبینید آرام آرام حرکت میکنه نه این میگه خیلی سریع هم حرکت میکرد این سرزر هم اونجا بله تو شهر پیچید دای فرون بله بعد تومونش عوض کنه آبروش رفت خورد شد بعد میگه که این بچه ها رو که میکشون بلا سر خودش آورد یه بچه خودشو کشت فرزند ژنتیکی خودشو کشت اون کسی که فرزند جنتیکیش نبود بزرگ کرده بود باباشو در اخت یعنی شک نکن به نظر من با هر کسی میخواد دشمنی کنید با خدا دشمنی نکنید یعنی نمیارزه دو تا چهار تا کنید نمیارزه خب چون حتما یه جا خفتت میکنه و گیرت میدوزه یعنی شک نکن یه استکبار ورزیدی یا از گندگی کردی دو گندگی کردی واقعا گنده بودی شد شیشو سجده نکردی تو و بیا حالا کارت دارم اصلا عامل اخراج شدن شیطان همین استکبار بوده چون بل واسه بعدش قال فخرج منها فا انک رجیم ف فخرج فا خروج پس سری شو گم بیرون اینجوری بگیم خیلی ساده تره. از اون که چی؟ این نکر رجیم تو رانده شده ای تو بر رجم بشی موجب لعنت شدن از سمت خداست استکبار بعد بینید رحمت تو زندگیت نمید برو ببین کجا مستکبری اینو باید بگیریم پیدا کنیم یا باید پیدا کنیم که اون خو و خسلت رو در نطفه خفه کنیم در مقابل حق ایستادگی تو ببین قشنگ تشخیص میده اینجا می زنمون داره حق میگه بچه‌مون داره حق میگه شوهرمون داره حق میگه بعد میستیم آسمون و ریسمون رو به هم میبافیم که قبل نپذیریم اینا استکباره این باعث میشه که مورد رحمت خدا قرار نگیریم نقطه مقابلش سختم واقعا میگم لعن شدنه و ان علیک لعنتی بر تو باد لعنتم الا یوم الدین تا روز قیامت من تو رو لعنت میکنم به شیطان خدا رحمت شما بریم در مورد صحیح نیستا در قرآن نمی آدم یهودیان چون دی از اینها اینطور نیستن دی متاسفانه اینطور هستن همین فضا و همین قصه است خوب نگاه کنید شیطان نجات پرستی خلقتنی من نار و خلقتو دقیقا اینها هم نگاه کنید نجات پرستی دارن میگن ما چوزن پیپلیم یا چو... ببینید خیلی جالبه دقیقا در مورد شیطان همین قصه است در مورد اینها هم همین جوریه نجات پرستی نجات پرستیم میگه خلق نار و خلق منتین اینا هم نجات پرستن چوزن پیپل ما مردم منتخبیم نجاتمون فرق داره اینایی که خیلی ترک و فارس میکنن اینایی که یک نژادی رو اینا که پان دارن اینا استکباره یعنی که یک نجاد رو برتر بینه استکبار اینا در دسته شیطانن آقا یعنی چی شما همینی خود چکا کنم آقا نماز هم میخونه بخونه شیطان هم نماز بخونه نارو باز زدود میبینی جفتشون استکبار دارن خیلی جالبه هم این هم اون جفتشون لعن شدن حالا استکبار میگم و ان علیک بر تو با لعنتم خدا به شیطان میگه اون طرف هم میفرماد لو به ما قالو لعنت بر اینا به خاطر این حرفی که زدن و, و ما ما لعنت کردیم بعد باز تاکید بر اینکه جفتشون مستکبرن لتجدن لتجدن نشد الناس عداوه للذین امنوا اليهود والذین اشركو. بیشک دشمنترین افراد نسبت به مؤمنان یهودیان و مشرکان خایافت و لتاجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذين قالوا اننا نصارا دوستترین افراد را هم بیشک مسیحی ها خایافت زالک بانهم منھم قصیسین و رُحبان و انھم لا یستکبرون میگه فرق این مسیه با یهودی چیه جفتشون پیغمبرونو قبول ندارن جفتشون مؤمنونو قبول ندارن جفتشون چرا قرانمون قبول ندارن حجمون قبول ندارن تای چیو عملا احکام و فلان خیلیشه تازه یهود در احکام به ما نزدیکتره خط نمیکنن گوشت خوک نمیخورن نمازاشون ها چی میشه این بدتر از اونه میگه ول کنی نحکام الان این جلو این که داره انجام میده میدونی چرا اون دوست داره ذالک ب... و انهم لا یستکبرون به خاطر که چی اینا اهل استکبار نیستن یعنی نقطه مقابلش اونها اهل استکبارن معنیش اینه دیگه دیگه چی شد نجات پرستی خیلی عجیبه اینقدر راحت جان انسان ها رو گرفتن که حالا میدونه سهیونیست چیکار دارم میکنن تو فلسطین حالا من جلوتر بریم فکرم جلسه بعدی بشه راجع به ویژگی های در قرآن توضیح میدم اینا تو کتاب شر جنود نیست خب براتون میگم اصلا عجیب غریبه شما میدونه که اصلا با گوشت و پوست و استخون حس میکنید این که اینا مستقبین ویژگیش اینه که هیچ خودشون نیازمن پاسخ نمیدونه. کسی پاسخ نمیخواد. خیلی لخت و اوریان عمل میکنه چون اصلا استکبار با زورگویی در هم تنیده است بله میگم ببینید یهود اسم رو نگه داشت در عمل از حق دور شد ببینید اسمن بله ما خدا پرست در عمل اون خدا رو شما نمیدین خدا پرستی این <applause> شده کرنش صد درصدی در مقابل حق میدونستن حق چی جروش نتیجه چی میشه؟ همینی که هست تو قرآن لعن میشن زور علیهم علیه هم زل میگه ما بر اینا بستیم نگاه کنید الان پدر خودشون دارن کل اقتصاد دنیا دستشونه بانک رسانه ها فلان به همان جیش. یه فلسطین رو نمیتونن حل کنن میبینید؟ <applause> اصلا انگار یه تلس میداره این ماجرا میبینید چقدر عجیبه نمیخوا خدا اراده کرده اینا آبروشونو خدا خود ازشون گرفته حالا اون طرف آیه هم داری میگه پس فتمن نه علمه کنتم سازنیم باشی بدیم و با کارتون دارم اینجا نکته آخرین رو بگم جلسه بعد توضیح بدم از این حیث ما هم جریان ما هم آبستن این فاجعه و خطر هست که خدای نکرده یک اسمی رو یدک بکشیم در عمل ازش فاصله بگیریم برای هم باید معیارهایی رو برای انقلابیگری خودمون نگه داریم و هرگز از اونها عدول نکنیم چون اگر از اینها گذشتی نرم نرم تغییر میکنی اون موقع از که به خود برمیاری میگیری مثلا از ارزش های اول انقلاب کیلومات ها مثلا فاصله گرفتی و هیچی هم متوجه نشدی آرام آرام این اتفاق افتاده اما وقتی شما یک المانهایی هایی رو نگه داری یک مبانی رو نگه داری دائم خودتو با اونا بسنجی اینجوری نیست آقا ساده زیستی مسئولین دائم این مطالبه بشه اصلا یه جوری بشه مسئولی که ساده زیست نیست نگاه کن ساده زیست نیست این اصلا روش نشه زندگی کن نه اینکه مسئول بیاد مانور تجملات بده اینا تغییر در زائقه انقلابیگری شماست یا یک جای اجازه بدی که حالا خودی قبیله گرایی کنی فساد رو در جبهه خودی نبینی فقط تو جبهه دشمن بینی یعنی چی یعنی مبنا به حق تویی نه حقیقتی که از اصل وجود داشته و اون حکم خداست در حالی که در سیره امیرالمومنین اینه که بر نزدیکانش بیشتر سخت میگرفته حضرت به مراتب بیشتر سخت میگرفته اصلا حضرت ولی معروف به کارگزارانش سخت می‌گیره با مردم راحت با مردم لین با کارگزاران خودشون سخت گیر قرآن رو نگاه میکنی به همسران پیامبر میگه خطا کنی با شما دو برابر حساب کن ای ما اینجوری نشدیم خب یه سری از میارها عدول کردیم و قرآن مثال یهود رو میزنه فعته رو عبرت بگیرید هزار تا در مورد اینا 900 تا هزار تا در مورد اینا میاره برای چی برای اینکه فقط من شما تا... که یه وقت ببین نگاه کنید چقدر راحت مستکبر شدن دیندارن و مستکبر نمیشه ما هم دیندار بشیم و چرا نه تخم دو زرده برای خدا میذاری نه خونه درنگین تره نه چشبرود زیادتره همه برابرن سنت هایی داره که همه رو مورد امتحان قرار میده هیچ کس این وسط سوا نمی کنه، جدا نمیکنه خب برای این جلسه بس دیگه ببخشید مصدع شما شدم نیامو به این سادگی دست نمی نگاه یک سومش گذشت خب تا جایی که میتونی از این فرصت ها بیشتر استفاده کنیم فرصت عبادت فرصت به آن سحری هم که گوشنگی شده یه خوبی های این ایام اینه که نماز صبح غذا نمیشه بعد برای شکم هم که شده میتون میشه حالا یه تایم زودتر یه فرصتیه توی اون سکوت خونه جایی که هستید بالاخره آدم فرصتی داری یه خود تفکر کنه فکر کنه به رابطه خودش با خدا رابطه خودش با بندگان و خدا من که چه برنامه داره برای این زندگی یه چش با هم زدیم 40 سال الان من خودم دیدم 40 سال از عمرم گذشت معلوم نیست نیمه دوم مثلا تا 8 تا 8 سال زنده باشیم نه بعد اون اواخر اصلا معلوم نیستش آلزایمر گرفتیم پوکی و سخان گرفتیم اینجا افتادیم دست و پامون شکسته هیچ چیز معلوم نیستش از همین ایام تا همین ایامی که تا جوونیم تا اینا اینو به دست بیاریم اون عزیزانی که حالا سنشون بیشتره خوشحال سعادتشون که اینو این رو تونستن اخلاق در خودشون درونی کنن و نگهش دارن حفظ این خیلی مهم خدا همه شما رو سلامت بداره انشالله در پناه امام زمان محفوظ باشید خودتون خانواداتون چه دعایی کند بهتر از این که خدا پنجره بازه اتاقت باشد یا علی